جمعیت الالاحمر در زابل با حمایت مالی دنمارک یک مرکز آموزشی برای 100 کودک بی‌بضاعت ساخته. به گفته مسئولان الالاحمر این کودکان در جریان یک سال در 4 دوره آموزش خواهند دید. قلات مرکز ولایت زابل. جمعیت هلال احمر این ولایت یک آموزشگاه برای کودکان بی سرپرست و فقیر افتتاح کرده است. این مرکز با 100 کودک در رشته های انگلیسی، کامپیوتر، تجوید، سواد آموزی و علوم ساینس آموزش رایگان ارائه می کند. در این مرکز آموزشی امکانات شامل کامپیوتر و سایر تجهیزات لازم از سوی کشور دنمارک تهیه شده است. مرکز چادر جوړګل لري د فن حل لپاره چې تجوید دی او ساينسي مزامین دی کمپیوټر دی انګلیش دی چې موږ به ان شاء الله پراتوم کې د توسعات ورکو د فن حل لپاره موږ د سوب شاګردان سپتنام کړی دی دا ټول هغه یتیم ماشومان چې د فیس طاقت نه لري او یا هم هغه خوار و غریب چې علاقه لري چې په اینده کې یو شی سي. در همین حال معاون والی زابل میگوید که از تمامی مرکزهای آموزشی در این ولایت حمایت صورت خواهد گرفت و از باشنده های زابل میخواهد تا کودکانشان را به مرکزهای آموزشی بفرستند. از سوی هم دانش آموزان بی سرپرست که در این مراکز آموزشی حضور دارند میگویند که به دلیل چالش های اقتصادی پیش از این توانایی تحصیل را نداشتند، اما اکنون فرصت تحصیل رایگان را دارند و میخواهند با اشتیاق کامل آموزش ببینند. خوشحال یم چې د ماوتی مشته د سری میاش لخوا ډیر مجهز شین راکړل سوی دی. مشته یو معلم درس وای، نظری هم وای او نیم سات عملی نیم سات نظری درسونه وای. موږ یو څه اقتصادي مشکلات لودل په دا خاطر موږ سری میاش ته مراجعه وکړ. مخکې موږ اقتصادي مشکلات لودل نو نه څه کولای چې په پرایویټ شخصي اکاډمیانو کې کمپیوټر یا انګلیسي زده کړو. بیا مو یو خب دغه واوریدل له مشتری میاشت څخه سې دی یو وړاندیز کړو چې ټولو زده کوونکو ته چې تاسې راسل ته موږ تاسو ته پرې مفت درسونه وایو. نو موږ اندلې مراجعه وکړو او موږ ډېر خوشحاله. این مرکز آموزشی در حال در ولایت زابل گشایش می‌یابد که هفته گذشته نیز یک مرکز آموزشی با کمک افغان‌های بیرون از کشور در ولایت قندهار گشایش یافته است.